بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در سلسلة درس های مضمون تفسیر آیات احکام قرار داریم. جلسات گذشته عنوان داشتیم تعدد الازواج في الاسلام، تعدد الزوجات و حکمت او فی الاسلام، تعدد زوجات و حکمت آن در اسلام. گفتیم که تعدد زوجات یعنی یک مرد چند زن داشته باشد همزمان تا چهار تا. قول جمهور فقها و علمای اسلام همین است. تعدد زوجات فرض و واجب نیست و یا سنت مؤکده باشد. اسلام آن را به حیث یک بدیل، به حیث یک الترناتیو استفاده کرده و کار برده است و بالاخره به حیث یک راهکار می باشد. من فکر نمی کنم از این بیشتر مورد داشته باشند، خصوصا حتی بعضی از مردها در صورتی که صحت خوب ندارد، اقتصاد خوب ندارد، قاضی و محکمه تمو یک زن را طلاقش را جو می گیره، چه برسد به اینکه او اجازه بده دو سه یا چهار زن داشته باشد. شرایط قابل اجرا هست در اینجا. بعد از اینکه آیات توضیح داده شد و ترجمه شد، آمدیم به التحلیل اللفظی چنانکه عادت مؤلف ما هست. و سپس سبب نزول داشتیم. دو سبب نزول بود. حالا شخص از قطفان برادرش فوت کرده بود و از برادرش یتیم باقی بود و قبل از اینکه این طفل بالغ بشه، این نفر کل مال برادر را بالا کشید و علی کل حال خورد. تمام بود که این آیه نازل می شود و آت الیتام هم بالا کنید. همچنین از عایشه صدیقه روایت شده که یک شخص سرپرستی دختر یتیم را بر عهده داشت و این دختر مال و ثروت داشت، از جمله نخلهای خرمای داشت و مرد وقتی که با او نکاح میکنه هم مهر به او نمیده و هم کوشش میکند مال و ثروتش را هم تصاحب بکنه. همان بود که آیت نازل میشه و این خفتم الله تقسطوا فی الیتامى. بیاییم به احکام شرعی درس این جلسه ما. ما هو حکم التساؤل بالارحام؟ حکم سوال کردن و خواستن از یکدیگر به نام رحم چی است در رحم ها؟ فرموده الهی اینطور است: واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، و از الله بترسید، اللهی که به نام او از یکدیگر چیزی میخواهید و پیوند خویشاوندی را هم نگه دارید. به فتح میم الارحامه. از این دانسته میشه که سوال کردن به رحم و به خویشاوندی جایز است. به پیوند خویشاوندی که بین ما هست از تو همین مورد را میخواهم که پیوند خویشاوندی را پاس بداری، رعایتش بکنی. الله اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، غالبا همینطور است، الا المودت فی القربا. فقط میخواهم که پیوند خویشاوندی را رعایت بکنید و در برابر من گستاخی بیادبی نداشته باشید. و یک قرائت هست، خصوصا که یک قرائت هست، قرائت حمزه. صفحه 169 کتاب خود را نگاه کنید. حمزه زیاد از اهل کوفه بوده، در 145 هجری فوت کرده است. یکی از ائمه قرائت. یک مورد متوجه باشیم که همین بحث قرائت ها را خیلی بحث کلان درست نکنیم. کار به دست خود ندیم. متاسفانه برخی بوده چطور بوده است در همین قرنهای سوم و چهارم هجری تا یک دو قرن پیش، این بحث قرائات را خیلی یک بحث کلان درست کرده بودن که قرائات سبعه هست و که قرائات چهارده گانه است و اربعت عشر هست و طرف ادعا می کند که قرآن را به چهارده روایت می خواند در حالی که ما یک روایتش را هم باور نداریم. اینجا هست که از این قرائات سوء استفاده بشه. خب حالا مستشرقین میان میگن آها هفت قرائت بوده، هفت قرآن بوده است،
یک فعلا پیش شما از 6 تا دیگر را کجا کردیم. در برخی واژه ها و کلمات احیانا یک زر و زیر فرق داشته است و یا مثلا یؤمنون و تؤمنون، از این بیشتر دیگه ما چیزی قبول نداریم. یا ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، هر دو به معنای این هست که پادشاه روز جزا. اینطور نیست که تمام سوره فاتحه 7 سوره فاتحه بوده باشه. یک مثال شمی است، ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، در معنا هیچ گونه فرق نمی آید، در نوشتن هم فرق نمی آید، فقط در تلفظ کمک همو فتحه که هست گویا که دوتا می شود و به الف تبدیل می شود. این بحث قرائت را حتما تعقیب بکنید و نوشته های در این رابطه مطالعه کنید، خصوصا قرائت حمزه اینطور می خوانده: و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. برخی از علما هم به همین قرائت باور کردن، تساءلون به و تساءلون بالارحام. در اینجا قسم نیست بلکه چی است؟ بلکه عطف شده به همون ضمیر هی که بعد از با آمده. با جاره هست یا نیست؟ حروف جر 17 حرف است، با اوتا و کاف و لام و واو و نون و خلا. مثل اینکه یک شخص میگه اسالو که بررحیم، پیوند خویشاوندی که بین ما هست این مورد را از تو میخواهم، پیوند خویشاوندی را پاس بدار. استدلال هم کردن به روایت اللهم انی اسالو که به حق السائلین علیک، بار اله ما از تو میخواهم به حق سوال کنندگان بر تو. البته این روایت اسالک به حق السائلین ابن ماجه آورده، روایت ضعیفی است، کسی بر الله حق ندارد که حالا اینا دعا درست میکنن که به حق فلان و به حق سائل. در حالی که حدیث صحیح این روایت ضعیف را سخت تردید میکند، من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت، حدیث در بخاری کتاب الشهادات باب کیف یستحلف و قال تعالی یحلفون بالله لکم. در حدیث صحیح بخاری هست که اگر کسی سوگند میخورد به نام الله سوگند میخورد و یا هم قسم را بگذارد، نیازی نیست که قسم به جان پدر و به جان مادر و به امام چندم و به شیخ و به فلان و به پیامبر، اصلا ابدا قسم خورده نمیشه، انسان را به شرک میکشاند. فاعتبره نوعا من انواع القسم، پس یک نوع از انواع قسم هست و یک قول ابن عطیه هم هست. زجاج لحوی لغوی میگوید قرائت حمزه ضعیف است، قرائت متواتر نیست و در زبان عربی هم قبیح میباشد و در اصول دین هم خطای بزرگی است، چون پیامبر فرموده است که لا تحلفوا بآبائکم، حدیث در بخاری کتاب مناقب الاوصاف انصار باب ایام الجاهلیه، به پدرانتان قسم نخورید. فاذا لم یجز الحلف بغیر الله فکیف یجوز بالرحیم، وقتی که حلف بغیر الله جایز نیست دیگه به رحیم از کجا جایز است؟ قرطبی هم از مبرد نقل میکنه که میگوید اگر پشت سر امام نماز بخوانم که اینطور بخواند و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام به کسر می بخواند لاخذت نعلی و مضیتو، نماز را ترک میکنم و راه خود میروم. معلوم است که قرائت متواتر نیست. البته قشیری در اخیر پاراگراف باز از این قرائت دفاع کرد. علی کل حال ما هو حکم التساؤل بالارحام، قسم خوردن به رحیم جایز نیست، به خویشاوندی نمیتونه بگه به خویشاوندی که بین ما و تو هست، به پیوند قرابتی که ما و تو داریم، به قومی و خویشی که ما و تو داریم قسم باشد. اگر اینطور قسم خورد من حلف به غیر الله فقط اشرک، فتوای پیامبر است. آها میتونه بگه که پیوند خویشاوندی که بین ما و تو هست را رعایت بکن، ما با هم دوست هستیم، با هم خویش هستیم، این پیوند را پاس بدار و برای من این همه خیانت نکن. وقتی که ما با تو کمک میکنم و تعاون میکنم دیگه تو چرا با من خیانت؟
ای بود حکم اول، حکم التساؤل بالارحام، سوگند خوردن به رحم خویشاوندی جایز نیست، البته پاس داشتن اون خوب هست و مشروع می باشد. حکم ثانی، هل یعطی الیتیم ماله قبل البلوغ؟ آیا مال یتیم قبل از بلوغ به داده می شود؟ مثلا یک پسری 7 ساله 8 ساله یا یک دختری پدرش فوت میکنه، به همین 7-8 سالگی 9 سالگی مال و ثروتشان را به دستشان بدهند، بگوید برادر ما گردن ما بسته میشه، حفاظت کرده نمیتونم، ما مال خود حفاظت کرده نمیتونم، چی برسه از تو را حفاظت بکنم، بیا پول خود بگیر. آیا به همین سن و سال پول به دست یتیم داده میشود؟ به یتیم هم بعدا برود، هر که ارزان خرد ارزان فروشد، کودکی لعل به پاره نان فروشد، تو هم برود کلا این پول خود هم پفک نمکی بخرد و برای خود به پارک برود و ضایع بکنم، یا کسان دیگری باز بیان از پیش و ببلند و بخورن. از فرموده الهی و آت الیتام و اموالهم دانسته میشه که مال یتیم باید به با آنها پرداخت شد. علما اتفاق کردند که قبل از بلوغ مال یتیم به او سپرده نمی شود، بالغ که شد مالش به او سپرده می شود. حدوداً به همین سن 15 سالگی که رسید، البته این سن 18 سالگی این بلوغ شرعی نیست، این مورد است که در قانون ها ذکر بود. در قرآن کریم آیت داریم و ابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، و یتیم ها را آزمایش کن تا اینکه به سن نکاح برسن، یعنی بالغ شوند. از این طور هم دانسته میشه که مجرد که بالغ شد نکاح کنه. حتی اذا بلغوا النکاح، پسرها به طور عموم به 15 سالگی بالغ میشوند. کتاب های فقهی را نگاه کنید، دخترها هم 11-12 بالغ میشوند. فاین آنستم منهم رشدن، اگر از آنها رشد احساس کردید، یعنی متوجه بودید که آدم هوشیاری هست، همانطوری که به بلوغ جسمی رسیده به بلوغ فکری هم رسیده است، فدفعوا الیهم اموالهم، اموالشان را ثروتشان را به آنها بسپارید. رب العزت بلوغ را شرط کرده و اینکه رشید شده باشد، دانا باشد، تنها بلوغ جسمی نباشد. چرا وقتی که صغیر است خرد است پول را به او نمیدهیم ثروتش را؟ به خاطر اینکه خوب تصرف کرده نمیتواند در مال خود، چه بسا در کارهایی که نیاز ندارد به مصرف برساند، و یا همین که کسی او را فریب بدهد و پولش را بستاند. علما در تفسیر این آیه کریمه دو وجه دیگه هم ذکر میکنند. الوجه الاول، ای یکون المراد بالیتام البالغین الذین بلغوا سن الرشد و آتوا الیتام اموالهم، همونایی که یتیم بودن سابق حالا به سن رشد رسیدن پولشان را ثروتشان را به آنها بدهیم. یتیم نامیده شدن مجازان به اعتبار ما کانه، ای الذین کانوا ایتامن، یعنی کسانی که در سابق یتیم بودن و فعلا یتیم نیستن بلکه کنان شدن و رشد کردن. یک وجه. وجه دوم، ان المراد بالیتامى الصغار الذين هم دون سن البلوغ، کسانی که به سن بلوغ نرسیدن، 10 سال هست به طور مثال. مراد بالایتا پس چی است؟ آیا ثروت را به دست همین 10 ساله بسپاریم؟ مراد بالایتایی است که به نحو احسن، به نحو شرعی، به نحوی که عقل انسانی و یک انسان شجاع و یک انسان با وجدان آن را میپسندد برایش مصرف بشه. و آتوا الیتامى اموالهم، یعنی ثروتشان را با آنها مصرف کنید، نیاز دارند، غذای، لباس، علاج، تعلیم، خصوصا بیشتر ثروت یتیم به راه ادب، تأدیب و تعلیمش به مصرف برسد، ادب بشن، بله، برای آنها استاد گرفته بشه، یک مدرسه، اسکول، کالج فرستاده بشه، حتی اگر نیاز بود آنها را به یک شهر دیگری، به یک کشور دیگری، به یک منطقه دیگری
بفرستد همو کسی که ولی و سرپرستشان هست و خصوصا در این کشور برادر کلانتر هست. مراد بالایتا ترک الاموال و حفظ لهم و عدم تعرض لها بسوء. این هم میتونه باشه که و مال اینها خیانت روانه داره و این وجه قوی تر است. یک کمی مصرف بشه و بالاخره بیشترش برایشان نگه داشته بشه به نزد یک انسان متقی، انسان امین، مثلا پول را ببرد به دست اکثر راف مؤمن متعهد بسپارد. این وجه قوی تر است، چون بعض اوسیا کسانی که وسیع بودند یا ولی بودند، اینها در انفاق مال یتیم، در خرج کردن مال یتیم، در اسراف مال یتیم، اینها عجله میکردند و قسمت زیاد از مال او را ضایع میساختند. باز یتیم هم وقتی که کلان شد دیگر فکر نکند، حماقت نکنه، بگه والا چرا پول مرا به ما تجارت نکرده بودی، من 5 لک به دست تو داشتم اینا تجارت میکردی، باید حالا 15 لک میشد، 30 لک میشد، من شنیدم که فلانی از 1000 روپیه شروع کرده بوده، حالا میلیاردر شده و تاجر شده است، ما 5 لک می چطور زیاد نشد. خیلی جاها خصوصا همون نفر احتمالا که پول خود را هم تجارت کرده نتوند، حوصله ندارد، یا اینکه چطور بگم اطمینان ندارد، اعتماد ندارد. به طور عموم مردم این پول را بالا میکشند، میخورن و بعدن یتیم میماند و این نفر که بله پول مرا با او تبانی کردی و ساختی بخور. حالا کل حال در پول و ثروت یتیم فقط همون جنبه پاداشش هست اگر کسی نگهداری کند. در هر صورت یتیم که فردا کلان شد حتما حرف و حدیث های بی جای هم دارد. این بود حکم ثانی، هل یعطی الیتیم و ماله قبل البلوغ. الحکم الثالث، هل الامر فی قوله تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء للوجوب ام للاباحه. رب العزت گفته آنچه که از زنها میخواهید 2 تا 3 تا 4 تا نکاح کنید، آیا همین امر برای وجوب است؟ یعنی واجبه که هر مرد 4 تا زن داشته باشد و یا کار مباح و مستحب است فقط، از این بیشتر نیست؟ جمهور فقها بر این باورند که امر در فرموده الهی فانکحوا ما طاب لکم من النساء للاباحه برای اباحه است، یعنی مباح است که شما 4 تا زن داشته باشید، جایز است فقط، اما این که واجب باشد نه، واجب نیست. این امر مثل فرموده الهی است و کلو ورشبو و بخورید و بنوشید. حالا این امر مثل این امر من فکر نمی کنم که صحیح باشد، به خاطر اینکه کلو ورشبو اگر کسی نخورد و ننوشید و مرد گناهکار است، پس نمیتونه اینجا امر برای اباحت باشد. این موضوع نگاه کنید. یک امر دیگر در قرآن هست به او مقایسه میکرد بهتر بود، و اذا حللتم فاصطادوا، و چون از احرام بیرون شدید و حلال شدید صید بکنید، شکار بکنید. دیگه شکار کردن واجب نیست، فرض هم نیست، سنت هم نیست، بلکه مباح بوده است، مباح میباشد، اما فعلا فکر نکنم دولت سعودی اجازه بده که کسی اونجا تیر و کمان داشته باشد و تفنگی داشته باشد و وادی به وادی دوباره شکار بگردد، همان لحظه او را دیپورت میکند. خلاص، اهل ظاهر، پیروان داوود ظاهری و ابن حزم ظاهری میگویند فانکحوا ما طاب لکم من النساء در اینجا تعدد از ازواج چند زنه بود، چند یک شخص چند زن داشته باشد واجب است، میگویند امر برای وجود. اما در اخیر آیت کریم میفرماید و من لم یستطع منکم طولا، در جای دیگری میفرماید و ان تصبروا خیر لکم. اینها را چیکار میکنید؟ لذا امر برای وجوب به هیچ وجه نمیتونه باشه. فخر رازی میگوید فحکم تعالی و ان ترک النکاح فی هذه الصوره خیر من فعله
رب العزت فرموده است که اگر کسی توان نداشت، ترک نکاح برایش بهتر است از اینکه سه تا یا دو تا زن داشته باشد. طرف توان ندارد، ثروت ندارد، قوت بدنی ندارد، کنترل ندارد، عدالت ندارد، نیازی هم نیست که دو یا سه یا چهار تا زن داشته باشد. فدل ذلك على انه ليس بمندوب فضلا على انه واجب. مندوب نیست چه برسد به اینکه تو میگه واجب است. این بود قول فخر رازی، متوفای 606 هجری، در همین شهر وفات کرده است. اسم تفسیرش هم هست تفسیر کبیر یا تفسیر مفاتیح الغیب، کلیدهای غیب. البته نمیتوانید طور تفسیر اصطلاحی که ما فکر میکنیم تفسیر بالمحصول آن را نمید. خیلی موارد دیگری هم در آن وجود دارد. ای بود سه حکم از احکام شرعی این درس، این عنوان که ما داشتیم. عنوان ما چی بود؟ دوباره بیایم مثلا عنوان تعدد الزوجات و حکمته فی الاسلام. تعدد زوجات، این که مرد چند زن بگیره و حکمت آن در اسلام. گفتیم که این کار واجب و فرض نیست، سنت هم نمی باشد، کار مباح یا مندوب هست و حکمتش هم آن است که اگر تعداد زنها در جامعه بیشتر بودند، برای آنها سرپرست پیدا بشه. خصوصا یک زن بیوه هست، یک زن بدون سرپرست باقی مانده، شوهرش را طلاق داده است، فوت کرده است. حالا کل حال مردان که شهامت بیشتر دارند اجازه ندن که این زنها در خانه بمانند و بدون سرپرست باشند، رنج لقمه نان ببرند. اینجا دیگه مو حیرت و شهامت مردها زیر سوال هست. خصوصا شما میبینید که هر صحابی که شهید میشد، بعد از اینکه خانمش عده خود را تیر میکرد، حتما صحابه به خواستگاری او میرفتن و زن شهید را در خانه نمیگذاشتن، اکرامش میکردن، بزرگ داشت داشتن، با او نکاح میکردن و تا اینکه یک وقت ذهنش پریشان نباشد که مصارف من چطور و از کجا تأمین بشه. در اجتماعی موضوعات خیلی مسائل مهم است. متاسفانه خیلی کم به این فکر است. تحلیل لفظی و بعد از آن سبب نزول داشتیم، احکام شرعی داشتیم. حکم اول تساؤل بالارحام، سوگند خوردن به رحم، به پیوند خویشاوندی جایز نیست، اما می توانیم بگوییم که پیوند خویشاوندی را رعایت کن و چه خوب است که ما خودمان آن را رعایت کنیم. الا الموده فی القربا، رسول گرامی میفرمایند که من پیغام الهی را به شما میرسانم، دین را به شما میرسانم، این همه قربانی میدم، این همه فداکاری و جانفشانی، از شما پاداش نمیخوام، از شما مزد نمیخوام، از شما مبلغ نمیخوام، تشکر از شما نمیخوام، بزرگداشت هم نمیخوام، فقط میخوام که پیوند خویشاوندی را رعایت کنم. حکم دوم، آیا قبل از اینکه یتیم بالغ شود مالش به او سپرده میشه؟ خیر، به او سپرده نمیشود، بلکه برایش مصرف میشه به نحو احسن، طوری که طرف گردن خود را بسته نکند. حکم سوم، آیا امر در فرموده الهی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع برای وجوب هست؟ یعنی هر مرد باید دو یا سه یا چهار تا زن داشته باشد؟ خیر، امر برای وجوب نیست، برای سنت بودن هم نیست، فقط یک کار مباح یا مندوب میتواند باشد. درس ما همینجا به پایان رسید. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.